أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، صدق الله العظيم. بینندگان محترم تلویزیون نور، السلام علیکم و رحمت الله. باز هم ما و همکارانم با ارائه یک دیگری از سلسله برنامه های امت در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما پیرامون امتی وسط هست که وسطیت چی هست و چی تعریفی ما میتونیم از این ارائه بکنیم و همچنین ویژگی های امت وسط چی چیزها می باشد که مهمان ما در این برنامه محترم دکتر محمد اسماعیل لبیبی بلخی استاد دانشگاه. اما در نخست گزارش دارم پیرامونی همین موضوع، همراهی من کنید. اعتدال و میانه روی همان گونه ای که از نامش پیداست با معنای پیمودن و گزینش راه میانه و وسط و عدم تمایل به دو طرف افراط و تفریط می باشد. قرآن کریم امت اسلام را امت میانه و وسط می نامد و می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، و اینچنین شما را امتی میانه و معتدل ساختیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم بر شما گواه باشد. معنای آیه این است که در اندیشه اسلامی هیچ گونه افراط و تفریط وجود ندارد و مسلمانان برخلاف سایر فرقه ها از مقررات پیروی می کنند که قانونگذار آن به تمام نیازهای فطری بشر آگاه بوده و همه جهات زندگی جسمی و روحی او را در نظر گرفته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رفتار فردی در خانواده و اجتماع، در اداره امور و سیاست، در رویارویی با دشمنان و حتی در میدان نبرد اعتدال و میانه روی را پاس می داشت و از افراط و تفریط در هر کاری پرهیز می کرد و تأکید فراوان داشت که امتش از او پیروی کنند و در زندگی میانه روی پیش سازند. متاسفانه بیشتر افراد و بسیاری از جوامع در حیات خود فاقد این اصل بوده و هستند. از این رو یا به دامن افراد افتاده و یا در تفرید غلطیدند. ریشه بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی و سیاسی را میتوان در عدم رعایت اصل وسطیت و اعتدال جست. اعتدال و میانه روی از دیدگاه اسلام قلمرو وسیعی دارد و در همه جا به عنوان یک اصل خلل ناپذیر اسلامی مطرح می گردد و ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عقیدتی را از جزئی ترین تا مهمترین موضوعات در بر می گیرد. ما در این برنامه به برخی از همین رویکردها و مباحث می پردازیم. دکتر صاحب، در نخست شما را خوش آمدید میگوییم به استیدیوی شبکه تلویزیونی نور. تشکر. سلامت و موفق باشین. و بعد همانطور که در آغاز برنامه گفتیم، موضوعی را که میخواییم با شما صحبت داشته باشیم پیرامونش بس امت وسط یا وسطیت هست. در سوره بقره در آیه از قرآن کریم الله تبارک و تعالی آنگاه که میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، اینجا از امت وسط نام میبره. چون بحث ما عمی است، میخشه در آغاز بگوین که وسطیت چیست و چی تعریفی میتوانیم ما از او ارائه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام علی خیر خلق الله. و بعد با تشکر شما و با سلام به همه بینندگان تلویزیون نور، به ارتباط سوال شما و به ارتباط وسطیت امت اسلامی، امت اسلامی در حقیقت امت وسط است و به شهادت آیه کریمه که شما تلاوت کردین و الله جل جلاله در سوره بقره آیه 143 می فرماید و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. طبعا معنایش آیاتی است که ما شما را امت وسط گرداندیم. امت وسط، خو لفظ وسط یا لفظ وسطیت به معنای میانه بودن، در میانه، معتدل. در علما و شارحین و مفسرین در تفسیر همین آیه کریمه اقوال مختلف ارائه کردن و برخی گفتن که مراد است وسط حکمت عادل است. و در این آیه کریمه یعنی امتا وسطا، امت وسط، امت عادل، امتی که اصطلاح یعنی به عدالت حکم میکنه.
وهكذا در بعد از ما يكلي تكون شهداء على الناس كي تشما گواهان بر مردم باشه. و یه سو از علما در تفسیر از این که در اساس فهم وسطیت دو مطلب چه است که برخی مفسرین و وسطن به معنای خیرن امت بهتر تفسیر کردن. پس در وسطیت معنای دو مفهوم هست که یکی خیریت و بهتر بودن است، دیگه گواه بودن است. و هر دو این مطلب افاده بهتر بودن و میانه بودن و یعنی معتدل بودن و امی مفهوم افاده میکنه. بینان امروز که قضیه وسطیت که قبلها چندان چیز نداشت و علما هم از آیت تنها از آیت یا از این کلمه وسط تنها همو معنای تحت لفظی را اراده میکردن، الحمدلله امروز علما به یه رسیدن که در این مسئله تحقیق شود و واجب وسطیت امت برای وسطیت اساسات ذکر کنند و معالم و به اصطلاح اصول و مبانی برش تعیین کنند که وسطیت امت اسلامی چه معنا داره. از این خاطر ما که میبینیم علما در مورد وسطیت تعریف های مختلف میکنند. برخی تو تعریف میکنند که وسطیت عبارت از اعتدال در همه امور زندگی، اعم از تصورات است، مناهج است، مواقف است، شیوه هاست. یعنی پس بنابراین وسطیت در حقیقت ایتونست که یک اخذ موقفی که در بین دو موقف متشدد و موقف متساهل باشه، بلکه وسطیت یک منهج است، یک منهج فکری است. منهج فکری است که در او هم شامل موقف است، هم شامل مناهج است، هم شامل اخلاق و هم شامل سلوک است. و یه خود اساس برخی از علما رو میبینیم که وسطیت طوری تعریف میکنن که وسطیت میگن عبارت یک وصف جمیل است که یک حق است که در بین دو باطل قرار داره، یک عدل است که در بین دو ظلم قرار داره، یک اعتدال است که در بین دو تطرف قرار داره. چرا افراط و تفریط طبعا دو جهت قضیه است که هر دو جهت چیز نیست. او چیزی که در وسط قرار داره اونها عبارت از چیز وسطیت است که یعنی در اونجا نه غلو است و نه جفا، نه افراط است در او، نه تفریط است، نه تشدد است، نه انحلال است. این تو یک منهج فکری. بنابراین یعنی ما گفتم ایتونی که وسطیت در حقیقت یک منهج است. و این را یوسف قرضاوی صاحب تقریبا 30 نشانه یا معلم و اساس برای وسطیت ذکر میکنه در کتابی داره به نام وسطیت، که در حقیقت یعنی ما هم که ببینیم در اسلام یعنی در علاوه آیه کریمه که راجبه ای آمده است که وکذلک جعلناکم امتا وسطا، در پهلوی از اینکه مقابلش غلو است هم نهیش آمده است در قرآن که الله جل جلاله در سوره نساء می فرماید یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. غلو چرا میگه؟ تجاوز از حد میگه، میانه روی از حد، حدود تجاوز از حد، یعنی زیاده روی. این غلو است، این یک جانب به اصطلاح افراط است، جانب افراط. خب من به می صحبت شما دکتر صاحب، شما از وسطیت گفتن که بعضی از مفسرین گفتن امان امت عادل، جز پرسش این گونه مطرح میشه که آیا امتی بوده که عدالت را رعایت نمی کردن؟ یک. دوم، شما گفتن وسطیت به معنای عادل و در بین افراط و تفریط، چیزی که نه افراط میکنه و نه هم تفریط. به هر حال آیا امت افراطی هم وجود داشته که قرآن از امت وسط اینجا نام میبره؟ بله، طبعا پیش از امت اسلامی که نزدیک به امت اسلامی گذشته است که نصرانیت است. در نصرانیت غلو زیاد است. از این خاطر همین آیه کریمه که یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم در دو جای قرآن کریم آمده است که در سوره نساء دیگه در سوره مائده، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ذلوا من قول وأذلوا كثيرا وذلوا عن سواء السبيل. أمي دو آية كريمة در مورد نصارى آمد است که شما در دين خود غلو نكنين، وإنها حقيقة در دين خود إنها غلو کردن، إفراط داشتن. علما هم میگن که یعنی غلوی که در نصارا بود در امتهای دیگه نبود، حتی از یهودیت کرده در نصرانیت غلو بیشتر بود. از جمله مظاهر غلوی از اینایی بود که در مورد در باب عقیده ایثار ابن الله میگفت. بله، خب مسئله غلو و افراط یعنی از خود اینا بودن، اما دینشان دین پاک و نابی بودن.
طبعا او مسیحیتی که به حضرت عیسی علیه السلام نازل شده و او تحریف نشده و خود در وقت خود در زمان خود پیش از تحریف پیش از که در اونجا مثلا تغییرات بیارن و اونا او خود صحیح بود بله. ولی خود طبعا بعد از او این مردم دیگری آمدن و مسیحیت تغییر دادن تحریف و کردن تحریف درست کردن بله. و او اساس و علاوازی و علاوازی یعنی ولی وسطیتی که یعنی اعتدالی که در اسلام هست در احکام اسلامی در عقاید اسلامی هست حتی در دیانت های گذشته یعنی پیش از تعریف هم نبوده است در اونجا مقدار تشدد بوده مقدار تساهل بوده مثلا در یهودیت کسی توبهش و قتل نفس چیز میشد که باید خود بکشه با توبهش قبول شوه ولی در اسلام این نیست نجاست و قطع کردن یعنی محل نجاست باز چیز میشد عفو میشد یا از بین میرفت ولی در اسلام این مسائل نیست در باز در نصرانیت کمی تساهل بوده بنا انا احکام اسلام احکام اسلامی عقاید اسلامی یعنی اسلام خودش دین اعتدال است دین وسط است دین میانه رو است بله خب به هر حال دکتر صاحب چون وقتی که ما میریم به قرآن مراجعه میکنیم دین همه پیامبران همان اسلام بوده یعنی آینی که از طرف خداوند برای همه پیامبران فرستاده شده بود به عنوان پیام آوری الهی همش اسلام بودن ولی شما پیشتر اشاره کردین که در مسیحیت البته در احکامی که برای مسیحیت و یهودیت آمده بود یک نوع تشدد یا تساهلی وجود داشت به هر حال شما چی فکر میکنه آیا خودش یک عدم هماهنگی در بین احکام بیان نمیکنه طبعا در مورد طوری که شما گفتین اساسات همه ادیان اسلام است اسلام در حقیقت یعنی دین همه انبیاء علیه السلام است و طبعا انبیاء علیه السلام در اصول اعتقادی در اعتقادیات همه که توحید است و رسالت است عقیده به معاد است مسائل رستاخیز است ایمان به رستاخیز است در این مسائل هیچ اختلافی نیست لیکن طبعا شرایع هر پیغمبر خصوصیات خاص خود داشت مثل که قرآن کریم میگه ولكل جعلنا منكم شريعه ومنهاجا برای هر یکی از انبیا برای هر یکی از امت ها شریعت خاص و منهج و طریقه خاص خب. خود دکتر صاحب به هر حال حالا اگر قرار بر این باشد که امت فعلی اگر اینا دست به افراد و یا هم تفرید بزنه باز ما میتونیم که امت وسط بگوییم نه طبعا ما که وسطیت گفتیم که یک دعوا نیست یک شعار نیست وسطیت بودن یا اعتدال یا معتدل بودن اید به شعار خلاصه نمیشه این منهج فکری است در حقیقت اسلام خودش دین وسط است همین فهم درست از اسلام اگر بیای ما اسلام اگر به درست فهم شامل و کاملی که این هم عقیده است هم زندگی است هم علم است هم عمل است هم دولت است هم سیاست است هم قضا است هم سرمایه است و هم حکم است اگر ما به این فهم شامل اسلام بفهمیم و در حقیقت اسلام اوامر اسلامی را احکامات اسلامی را درست تطبیق کنیم اینمی خودش اسلام دین وسط است اینطور نیست که وسطیت چیزی اضافی از اسلام باشه یا چیزی یا پساوند یا پیشاوند بر اسلام باشه یعنی مشکل است که اسلام دین وسط است لیکن شناخت مردم از اسلام فرق میکنه گاهی که کسایی که این دین نمیشناسن بازی این را طوری وانمود میکنن یا طوری تعبیر میکنن یا طوری نشان میدن که در افراط است در تشدد است در چی است در حالی که یعنی ما وقتی که با نصوص قرآن کریم و با نصوص حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میریم ما میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه لا تشددوا فیشدد الله علیکم شما تشدد نکنین چونکه الله بسر شما سختی میره ان الدین یسر ولن یشد الدین احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوه والروعه شیء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا ما نصوص بسیار زیادی داریم که همگی یعنی امر میکنه که شما در دین تشدد نکنین به اندازه توان یعنی یک زیبایی های اسلام است یک خوبی های اسلام است که اسلام دین فطرت است مطابق فطرت بالاتر است از تکلیف نیست و فتقوا الله ما استطعتم تقوا هم به اندازه استطاعت و توان است بنان یعنی دین فطری است فطرت بله. الله الذي فطر الناس عليها دکتر ما اشاره وقفه دارن پس از وقفه باز با هم صحبت آغاز می‌کنیم
بازم به ادامه برنامه خوش آمدید. جناب دکتر صاحب، در آیه که قبلا تلاوت کردیم در پهلوی ازی که از امت وسط نام میبره، اونجا یک جمله دیگر هم قرآن کریم ذکر میکنه که لیتکونو شهدا علی الناس. هدف از بیان این جمله چی هست؟ یعنی قرآن چی چیز را اینجا میخواد ثابت بسازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه کریمه به اشاره است یا صراحت است که امت محمد صلی الله علیه و سلم گواهان هستند بر امتهای دیگر، به اینکه انبیای گذشته امتشان امتهای خود تبلیغ کردند. و این مطلب به آیه دیگری هم آمده است که الله جل جلاله میگه که و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، در سوره نساء در پیشتر از این آیه میگه که ما امت تو را گواهان به دیگه امت ها گردیم و تو را گواه بر از اینها گرفتن. یعنی در روز قیامت الله امت محمد گواهی میتن پیش پروردگار که انبیا به امت خود تبلیغ کردن. باز اونا گفته میشه که گواه برای شما چی هست؟ میگه که برای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم این مطلب رساندن. لیتکون شهدا علی الناس، یعنی شما تا گواهان بر دیگه امت ها باشین، برای که امت های دیگری انبیای دیگری امت های خودت به احکام دین رساندن و تبلیغ کردن. در این مطلب اشاره است و این هم یک نوع فضیلت است برای امت محمد صلی الله علیه وسلم و از خصوصیات امت محمد صلی الله علیه وسلم است که الله جل جلاله این موقف گواه بودن، چرا در گواه عدالت شرط است، خیریت شرط است، بهتر بودن شرط است، بنابراین یک امتیاز است، خصوصیت است، یک ویژگی خاص است که الله برای امت ارزانی کرده. بسیار خوب. جناب دکتر صاحب، اساس و مبنای امت وسط چی چیز شکل میده؟ علما در مورد اساس وسطیت بگیم کتاب نوخته که وسطیت اساس شد، سه چیز میگن، سه چیز اساس شد. یکی است که غلو و افراد نباشد، دوم است که جفا و تفرید نباشد، سیوم ای که صراط مستقیم. وقتی که غلو و افراد نباشه، یک بود است که به اصطلاح یک اساس است که این ما را به وسطیت نزدیک می‌سازد. خب میشه یک مرور داشته باشیم بر پیش از اینکه بریم به بس، که غلو یا افراد منظورش چی است؟ غلو و افراد یعنی معنایش که از حدودی که شریعت تعیین کرده است شما بدون مورد تجاوز نکنید. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایاکم والغلو فی الدین، شما از غلو در دین خود بپرهیزین، یعنی غلو در دین نکنین. غلو به این معنا که یعنی به اصطلاح زیاده روی نکن، تشدد نکن سر خود. حلک المتنطعون، در دیگه حدیثان است که حلک المتنطعون ترجمه میکنه المتعمقون، المتشددون فی غیر موضع التشدد، آنهایی که در جای تشدد نیست تشدد میکنه. به طور مثال یک کسی برای خود لازم میکنه که ما هر روز روزه میگیرم، یک کسی برای خود میگه که هر روز روزه میگیرم، این یک نوع تشدد است که این درست نیست و در اسلامی خوب نیست، یک سختی است برای خود. و امید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دین احد الا غلبه، کسی با دین پهلوانی نکنه که دین با سرش غالب میشه. اتو نه که یک کسی بگه که من هر روز تا صبح نماز میخونم یا هر روز روزه میگیرم، مثل که عبدالله ابن عمرو بن عاص پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من میخوام یا رسول الله، ما تصمیم گرفتیم که هر روز روزه بگیرم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این کار نمیتونی تو. گفت خی یک روز، گفتن که یک روز روزه بگیر، دو روز روزه بخور. بعضی گفت که نه، من از این قدر زیاد میتونم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن خی صم یوما و افطر یوما، یک روز روزه بگیر، یک روز افطار کو. گفتن این روزه داوود است و افضل الصلاه صلات داوود، افضل الصيام صيام داوود. یعنی در حقیقت یک نوع تشدد است که سر خود انسان میکنه. و بعد از او استاد، بعد که عبدالله بن عمرو بن العاص پیر شد، باز گفت کاش که رخصت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما استفاده میکردم که آلی عمود تشددی که برای خود لازم کردیم او را انجام داده نمیتوانم. به همین ترتیب ما صدها نمونه داریم در اسلام که
سه نفر به فامیل رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند، راجب عبادت رسول الله صلی الله علیه و آله پرسان کردند، ازواج مطهرات حکایت کردند که پیغمبر صلی الله علیه و آله چنین و چنان عبادت میکنند. اینها در امور روایت میگن که اینا عبادت رسول الله صلی الله علیه و آله کم فکر کردند. بعد باز با خود گفتند که پیغمبر خو انسان است که الله جل جلاله گناه های اونها رو بخشیده است. باز یکیش گفت که من همیشه روزه میگیرم، دیگه گفت که ما هیچ بازدن ها ازدواج نمیکنم، دیگه گفت که من کل شب قیام لیل میکنم و نماز استاد میشم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مطلب آگاه شدن، بعد از اینا را خواستن، گفتن که اینی اصوم و افطر و انام و ارقد و اتزوج النساء، والله اینی لاخشاکم بالله انا، او کما قال رسول صلی الله علیه و سلم. گفتن ای تونیس، ای تقوا نیست، ما از شما کرده زیاد از الله میترسم، خشیت تقوای من نسبت به شما از الله زیادتر است، ولی من هم روزه میگیرم، هم افطار میکنم، هم نماز میخونم، هم خواب میشم، هم با زنها ازدواج میکنم و ترس من شما کده زیاد است. بسیار خوب دکتر صاحب، اگر قرار بر این باشه که مثلا این امت میروند افراط میکنند یا تفریط میکنند یا آنچه که دین امر نکرده، اینا متمسک به اون میشوند و اصل دین را کنار میگذارند، پس اسلام در مورد این گونه اشخاص چی حکم میکنه؟ طبعا اسلام، حکم اسلام در مورد اشخاص همیسته که یعنی این افراد باز البته درجه داره که اما به اندازه افراد چقدر است؟ آیا به حد میرسه که یعنی مرتکب یک گناه کبیره میشه یا چیز را نسبت میده به خدا که الله جل جلاله او را نگفته است؟ اگر به این مرحله برسه این بسیار گناه کبیره میشه که ولا تقولوا علی الله غیر الحق، نسبت به الله افترا، به الله افترا، به دین افترا، به رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی معنیش است که این منهجی که کسی که از پیش خود یعنی در دین اضافه میکنه، زیاده روی میکنه، زیاده گویی میکنه یا تشدد میکنه که او در دین نیست. اگر این از دو حال خالی است، اگر به اساس اجتهاد باشه، اجتهادش از کوشش کرده یعنی خطا در اجتهاد است، اینقدر اشکال نداره. ولی اگر به اساس اجتهاد نیست، ولی به اساس فهم غلط است یا به اساس یا قصد است، این باز گناه کبیره است که نباید چنین کارش کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مسئله دیگه ای که شما در آغاز هم صحبت در آغاز صحبت هایتون هم اشاره کردین که این امت خداوند در واقع نعمت خدا برش ارزانی کرده ده. که همانا به عنوان امت وسعت یا امت خیر و امت عادل از در قرآن نام برده ازشان و همچنان گفته که امت شاهد برای امتهای دیگری هست. برحال وقتی که این امت امت وسعت هست، امت خیر هست، پس چرا امروز دستخوش زیان هستند؟ بله، اصل قضیه است که وضعیت فعلی امت اسلامی که ما بگیم این در حقیقت یعنی چه است؟ نتیجه است، نتیجه انحراف است از منهج پیغمبر است، انحراف است از مثلا اساس اسلام است. این تو نیست که یعنی چیز باشه وضعیت فعلی ما خود اسلام سبب باشه برای وضعیت فعلی یا وسطیت بودن امت سبب وضعیت فعلی باشه، بلکه انحراف از وسطیت، انحراف، عدم فهم درست اسلام، عدم تطبیق درست اسلام این سبب شده که ما امروز در وضعیتی قرار داریم که یعنی وضعیت متخلف هستیم، پسماندگی هستیم. اسلام خود دین دنیا و آخرت است، دین سیاست و دولت است، دین حکومت است، دین است که باید ما هم او را در دنیای خود او را درست استعمال کنیم، از او استفاده کنیم و هم برای آخرت خود. آنهایی که درست از اسلام نفهمیدن، مشکل اساسی بگیم عدم فهم اسلام، درست از اسلام و عدم رجوع برای اسلام و تأثیر از ثقافت ها و فرهنگ های بیگانه و دنبال روی با امت های دیگری. بله. خب میشه ما بگویم که در کل مشکلات موجود فعلا در بین امت هست، اینا ناشی از عدم فهمشان نسبت به دین. بله. از یک طرف، پس چگونه میشه که ما دین بفهمیم؟ دین فهم دین معنایش است که مراجعه به دین، مراجعه اخذ دین از موج سرچشمه های زلال دین که قرآن و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی تا یکی از معالم، یکی از اساسات وسطیت است که
ما و مسلمان ها باید عقیده کنه که قرآن و حدیث مرجع اساسی تشریع است. بله. خب شما چه فکر میکنید؟ یعنی تا حال امت دین رو نفهمیده؟ خود فهمی طبعا امت کلش متهم نمی کنیم. در امت رجالی هستن، رجال خیری هستن الحمدلله که امروز یعنی تلاش ها دارن، نوشته ها دارن، کتاب ها دارن و کار کردن، دعوت ها هست. اما امت در مجموع، وقتی که ما در مجموع میگیم یعنی تخلف هست، عقب ماندگی، جهل هست. ولی الحمدلله در این اواخر یک استبشارات خیر هست که دیده میشه که فعلا یعنی مدارس هست، پهنتون هاست و مراکز دینی است، مراکز علمی است، بحث مراکز تحقیقی است، کتاب ها نوشته میشه و امیدواری است که امت یک بار دیگه انشاءالله به اصل مجد خود، به مو مجد اولی و خود دست پیدا کنه و حقایق دین درک کنه و به سعادت دارن انشاءالله نایل شد. بله. خب به هر حال شما اشاره کردین از مدارس و مراکز علمی کثیری که در بین امت هست. ده. ولی متاسفانه یک چیزی که دیده میشه یا شنیده میشه اوی است که اکثریت مراکز علمی یا مدارس دینی که هستن اینا در واقع پاسخگو بر نیازهای مسلمان ها نیست، یا مثلا یک منهج درستی نیستن که بتونه که مسلمان در اونجا قرآن یا سنت را به معنای واقعیش بفهمه، یا اینکه تخصص در قرآن و سنت پیدا بکنه همونطوری که قرآن از تخصص اشاره میکند. شما چی راهکار مناسب را برای این گونه مدارس یا مراکز علمی پیشنهاد میکنید؟ بله درست است، ما خود طبعا یک مقدار مراکزی داریم، اما مراکز سنتی و تقلیدی است که نوست هم گفتی شما درسای چیزهایی که امروز هیچ به دردم نمیخوره و منطق است و فلسفه است و فلکیات است و مسائل چیزایی است که آل ساینس از این چیزها کده چیزهایی بهتری را آورده به دست و که از او به او توجه شد و خوانده شد. ولی البته ما همه مراکز دینی امروز اصلا اقتداد مراکزی که دینی و اسلامی که اونها آل توجه شده در این مسائل که در خصوصا در کشورهای عربی، در قطر، در سعودی، در مصر، جامع الازهر، پوانتون اسلامی مدینه منوره و مرکز دینی که در قطر است که شیخ قزدایی در دست از او قرار دارد و شخصیت های دیگری هستند مراکزی که در اونجا در این قضایات توجه شده است، یعنی بین اصالت دین و معاصرت روزی تطبیق قائل هستند و کوشش میکنن که تطبیق شوایی. حقیقت هم که ما یک مظهر وسطیتی است که ما معاصرت با اصالت دینی ما در نظر داشت از که طبعا مرجع ما قرآن و حدیث است، ایره که در نظر بگیریم ما با ما مفهوم وسطیت میتونیم که در زندگی خود و در چیز خود تطبیق کنیم. بله. به هر حال جناب دکتر شب، راه نجات از مشکلات باز هم تکرار میکنیم که بالاخره چی هست؟ راه نجات از مشکلات طبعا امو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما گفتن که اذا تبايعتم بدينتي واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع الى دينكم. در حدیث مبارک یعنی ذلت خبر دادن که امت ذلت می وقتی که مردم از دین روی گردان شوند، پشت تجارت خود و پشت زراعت خود و پشت دنیا و مادیات خود و شهوات خود غرق شوند، دعا در راه الله جهد و مجاهده و جهاد و کوشش نکنند، بعد از او الله جل جلاله یک ذلت بر از این میاره که امروز وضعیت امت اسلامی همینطور هست. ولی و میگن که این ذلت تا وقتی از شما دور نمیشه که به دین خود رجوع نکنید، یعنی بازگشت صحیح به دین، بازگشت صحیح به دین از راه فهم درست دین میشه و از فهم درست دین در صورتی که میشه که ما دین از شخصیت های فهمیده دینی ما و از منابع اصلی دینی ما دین بگیریم، در صورت است که باز ما دیندار میشیم، انشاءالله امت متدین میشیم، امت متدین که شدیم امت با عزت میشیم، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. برحال جناب دکتر صاحب، ما فکر میکنم که یک راهکار مناسب برای حل مشکلات همانا شنیدن حرف های مردم و رسیدن به مشکلاتشان که یگانه راه حل برای مشکلات هست، که
بیشتر متوجه حاکمان مسلمان ها می شود. به هر حال شما امروز حاکمانی که در جامعه اسلامی وجود دارد چقدر دارای این ویژگی هست؟ طبعا بزرگترین مشکلی که امت دارن فعلا در تمام کشورهای اسلامی است که متاسفانه کسایی که در رأس امت اسلامی قرار دارن برخواسته از خود امت نیستن. اینها گماشته شدگان، اکثرا گماشتگان هستند، اکثرا کسایی هستند که به اصطلاح یعنی از با دین این ملت، با مصلحت این ملت، خیر این ملت نمیخوان. از این بزرگترین مشکل است. اگر حقیقتا الا ماشاءالله، یعنی یک جای دو جایی که گفتم میتونیم که بگیم که قضیه را میشه نام نگیریم، خب هست یک جای دو جایی که یعنی بعضی زمامدارا یا حاکما میخواهند که اسلام تطبیق کنن یا دین بیارن یا ملت اسلامی و امت اسلامی خدمت کنن، ولیکن اکثر کسایی که متاسفانه در رأس امتهای اسلامی و ملتهای اسلامی قرار دارن اونها کسایی هستن که از خود ملت نیستن، از خاطر فرزندای اصیل ملت نیستن. یعنی اونها خودشان که دین جور نیستن، دین نمیشناسن، بنده با دین سر و کار ندارن و این خاطر این مشکل است. طبعا یعنی که یعنی ما یک حکومت اسلامی اگر فعلا در دنیا می داشتیم طبعا بسیار مشکلات حل می شود، چون در یک جای یک نظام اسلامی، یک حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه حکومت اسلامی وجود نداره. از این خاطر در هر جای اینمی تو حکومت اسلامی 20% و 30% و 40% است، یعنی قسمی قسمی است. از این خاطر مشکلات دامنگیر ملت است. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب از حضورتان در برنامه. تشکر شما و همچنین سپاس از شما بینندگان محترم که تا حال با ما بودین. بقیه بخشای برنامه لحظات بعد تقدیمتان می شود، اما باز هم یک میان برنامه کوتاه. بازم به ادامه برنامه خوش آمدید. در قسمت برنامه طبق معمول معرفی یک دیگری از چهره های تأثیر گذار در تاریخ اسلام آماده نشر است که با هم یک جا میبینیم. کارنامه ها و فعالیت های ابن قیم جوزی قسمت دوم. شاگردان ابن قیم. مجلس ابن قیم مملو از شاگردانی بود که هر کدام با شوق وافیر به نیت خدمت به علم در مقابل استادی که مناره از علم بود زانوی تلمذ زده بودند و هر کدام به مانند گلی در بوستان علم و دانش محسوب میشدند. از جمله شاگردان وی میتوان از ابن کثیر نام برد که علامه ابن حجری از قلانی در مورد وی چنین میگوید: ابن کثیر به تحقیق در مورد میتون و رجال حدیث پرداخت. وی دارای حافظه بسیار قوی و چهره بشاش و خوشرو بود. مصنفات وی در زمان حیاتش دست به دست میگشت و بعد از وی مردم از کتابهایش بهره مند شدند. وی در سن 74 سالگی بیناییش را از دست داد و در همان سال وفات نمود. دوم، فرزندش عالم نحوی و فقیه بزرگ برهان الدین ابراهیم ابن شمس الدین ابن قیم الجوزیه که در سال 716 هجری قمری متولد شد و در سال 767 هجری قمری وفات نمود. سوم، فرزندش شرف الدین و جمال الدین عبدالله ابن شمس الدین محمد ابن قیم الجوزیه که در سال 723 هجری قمری متولد شد و در سال 756 هجری قمری وفات یافت. وی دارای ذکاوت و هوش و حافظه بسیار عجیبی بود. سوره اعراف را در دو روز حفظ نمود و ختم قرآن در نماز را از سن 9 سالگی شروع کرد و همچنین وی منصب تدریس در مدرسه صدریه را بر عهده داشت. فانانی که در مورد زندگان ایشان دست به قلم شدند در توصیف علم و صلاح و ذکاوت وی و غیرتش در مقابل صفات خداوند جل جلاله از جملات بسیار زیبا و شیوا استفاده می کنند. چهارم، ابن رجبی حنبلی. عبدالرحمن زین الدین ابو الفرج ابن احمد ملقب به ابن رجبی حنبلی متوفای سال 795 هجری قمری که از معروفترین شاگردان علامه ابن قیم جوزیه محسوب می شود و دارای تلفات بسیار ارزشمندی می باشد. پنجم، ابن عبدالهادی. محمد شمس الدین ابو عبدالله ابن احمد ابن عبدالهادی ابن قدامه مقدسی حنبلی حافظ و منتقد مشهور که ابن رجب می گوید. ایشان دارای بیش از 70 تصنیف است که بعضی از آنها از 100 جلد نیز تجاوز می کنند. علامه ابن قیم رحمه الله دارای شاگردان دیگری نیز بود که از جمله آنها می توان
علامه ذهبی نویسنده کتاب‌های معجم المختص، الکبائر و تاریخ الاسلام را نام برد. کارها و فعالیت‌های علامه ابن قیم جوزی رحمه الله. فعالیت‌های ایشان را می‌توانیم به چهار دسته تقسیم کنیم. اول، امامت در مدرسه جوزیه، دوم، تدریس در مدرسه صدریه و جاهای دیگر، سوم، متصدی شدن امور استفتا، چهارم، تألیف، که ما در مورد هر کدام به جهت مختصر توضیحاتی را خواهیم داد. اول، امامت در مدرسه جوزیه. شاگردش ابن کثیر در مورد وی میگوید او امام مدرسه جوزیه و فرزند قیم آن بود. دوم، تدریس. تدریس نمودن ابن قیم بیانگر وسط علم و بلوغ فکری وی میباشد که بسیاری از بزرگان علما، حفاظ و مشاهیر اسلام مانند حافظ ابن رجب حنبلی و محدث چیره‌دست ذهبی و علامه مفسر و فقیه و محدث حافظ ابن کثیر از وی کسب فیض نمودند. سوم، متصدی شدن امور استفتا. گرچه علامه ابن قیم در عصری میزیست که علوم و معارف اسلامی متجلی شده بود، اما وی از اختلافات مذهبی شعله ور شدن آتش عصبیت و مذهب گرایی اندوهگین بود و رنج می برد. وی خود را از این قیود رهانیده بود و به هنگام پیوستن به شیخ الاسلام ابن تیمیه آزاد اندیشی را از وی یاد گرفت. ابن قیم مجتهدی بود که در راه حق و برای ریشکن ساختن باطل فتوا می داد و تمامی فتاوایش برای نشر و تایید سنت و برخورد با مردم به وسیله مذهب صحیح الروایه و مورد تأیید شریعت اصیل اسلامی یعنی قرآن و سنت و پیروی از سلف صالح بود. ابن قیم بدور از هر انگیزه دنیوی و یا رسیدن به جا و مقام، بلکه فقط و فقط برای رضای خداوند جل جلاله فتوا می داد و جانش را در این راه وقف نموده بود. بارها و بارها با وسیله فتاوایش روانه زندان شده بود. چهارم، تألیف. ابن قیم رحمه الله دارای تألیفات فراوان است که تعداد آنها از 60 تألیف تجاوز می کند که ما در مورد معروفترین آنها توضیحاتی را خواهیم داد و بعضی را فقط نام خواهیم برد. اول، زاد المعاد فی هدا خیر العباد. زاد المعاد فی هدا خیر العباد کتابی است که علامه ابن قیم رحمه الله آن را در مورد سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخلاق و ارشادهای وی نوشته است. او در ابتدای این کتاب موضوع بعثت محمدی صلی الله علیه و سلم را به مراتب و انواع وحی را به گونه ذکر می کند که در بقیه کتب سیرت مشاهده نمی شود. اهمیت این کتاب تا جای است که علامه ابوالحسن ندوی رحمه الله آن را بعد از کتاب احیای علوم الدین غزالی بزرگترین کتابی می داند که بین کتاب و سنت الفت بخشیده و در بسیاری موارد حتی از احیای علوم الدین غزالی نیز پیشی گرفته است. دوم، مدارج سالکین. این کتاب شرحی است بر کتاب منازل سائرین نوشته شیخ الاسلام عبدالله انصاری هیروی، یعنی معروف به خواجه عبدالله انصاری، و انصافا کتاب مدارج سالکین بهترین کتابی است که ابن قیم رحمه الله در تهذیب نفوس و اخلاق و آراسته شدن به اخلاق صادقین برشته تحریر درآورده است. سوم، اعلام الموقعین عن رب العالمین. کلمه توقیع در لغت به معنای امضا کردن می باشد و موقع رب العالمین کسی است که حکم خداوندی را امضا و صادر می نماید که منظور مفتیان و فقها می باشند. علامه ابن قیم رحمه الله این کتاب را در مورد آداب فتوا و مفتی با شروط آن برشته تحریر درآورده تا مفتیان را به مقام و منزلت خطیری که در آن واقع شده اند آگاه سازد، لذا آنان را امضا کننده حکم خداوندی می خواند. چهارم، الطرق الحکمیه فی سیاست شرعیه. علامه ابن قیم با نوشتن این کتاب و با ذکر کردن آرا و نظریات گذشتگان بیان می کند که گذشتگان بر جواز حکم کردن قاضی به وسیله تیزهوشی اش اتفاق داشته، اما در مورد مقدماتی که آنها را به این مقصود می رساند با هم اختلاف داشتند. علامه ابن قیم در این کتاب به بیان انواع تیزهوشی و مثالهای از تیزهوشی گذشتگان و مقدماتی که شخص قاضی از طریق آن می تواند متهم را شناسایی کند می پردازد و همچنین مقدمات تیزهوشی را بیان می کند. از کتب علامه ابن قیم علاوه بر کتاب هایی که ذکر شد می توان به تحفه المودود فی احکام المولود، احکام اهل ذمه، الفروسیه، تهذیب سنن ابی داود و غیره که تعداد آنها از 60 کتاب تجاوز می کند اشاره کرد. ویژگی های تألیفات ابن قیم و مناهج وی در مؤلفاتش.
تألیفات ابن قیم از جهت حسن ترتیب و زیبایی تألیف حتی از مؤلفات استادش ابن تیمیه نیز پیشی گرفته و از جانب دیگر به دلیل دارا بودن اسلوب زیبا و عبارات شیرین و دلنشین و تأثیرگذار از مؤلفات دیگر مؤلفین نیز متمیز شدند و شاید این از جانب خود ابن قیم باشد که به جمال بیش از جلال آراسته شده بود. علامه ابن قیم رحمه الله در تألیف کتابهایش از مناهج فراوان استفاده نموده که ما تنها به ذکر چهار منهج بسنده خواهیم کرد. اول، اعتماد بر استدلالهای از قرآن و سنت. دوم، تقدیم اقوال صحابه. سوم، شمولیت. و چهارم، آزاد اندیشی در ترجیح و اختیار اقوال. گرچه علامه ابن قیم رحمه الله حنبلی مذهب بود، اما خود را مقید به مذهب حنابله نمیدید، بلکه هدفش پیروی از دلیل صحیحی از قرآن و سنت بود، گرچه برخلاف قول و نظر مذهبش می باشد. زیرا حق از دیدگاه علامه ابن قیم رحمه الله تنها در یکی از اقوال موجود است، نه در همه، و به همین علت مفتیان را از خطر تقلید و تلاش برای به کرسی نشاندن رأی مذهب خود برحذر می دارد. و هرگاه از وی در مورد مسئله سوال می شد، عقیده و نظر خودش پیرامون آن مسئله را بیان می کرد، گرچه خلاف قول مذهب باشد. و آن دست از مفتیانی را که بر رأی مذهبشان اصرار می کنند، در حالی که می دانند حق در غیر از آن نهفته شده است، خائن به خدا و رسولش و شخص سوال کننده می داند. وفات علامه ابن قیم رحمه الله. علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله در پنجشنبه شب 13 رجب سال 751 هجری قمری، در حالی که 60 سال داشت، رخت از جهان بربست و به سرای جاوید شتافت، اما نام خود را برای ابد در جهان جاوید ساخت و تا روزی که مسلمان زنده است، نام ابن قیم همواره در کنار استادش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و سایر علما جلوه می کند. فردای آن روز بعد از نماز ظهر، مسجد جامع اموی دمشق مملو از مشتاقانی بود که آمده بودند بر کسی نماز بگذارند که سالهای عمرش را در راه خدمت به خلق خدا گذرانیده بود. بعد از مسجد اموی، در مسجد جراح بر وی نماز گذارده شد. شاگردش ابن کثیر میگوید در تشییع جنازه وی جمعیت انبوهی از جمله قضات و بزرگان و صالحین و عام و خاص شرکت کرده بودند و مردم به سبب شدت ازدحام جسد مبارکش را با مشکلات فراوانی حمل می کردند. وی در دمشق در قبرستان باب و صغیر در کنار پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. قبرش تا امروز معروف است. انا لله و انا الیه راجعون. و این هم خبرهای هفتگی جهان اسلام است که تقدیمتان می شود. پارلمان تونس اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور تحریک به خشونت‌های فرقه‌ای و تکفیر را جرم تلقی می‌کند. در بند ششم اصلاح شده قانون اساسی این کشور آمده است: دولت حامی دین و تضمین کننده آزادی اعتقادات و انجام شعائر دینی و حافظ مقدسات و تضمین کننده بی‌طرفی مساجد و مراکز عبادی در زمینه کارکردهای حزبی است و تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است. از مجموعه 182 نماینده پارلمان تونس، 131 نماینده به این بند قانون اساسی رأی مثبت دادند و 23 نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و 28 نفر دیگر نیز رأی ممتنع دادند. خواهر خانم تونی بلر صدر اعظم اسبق انگلیس که چند سال از مسلمان شده است، بابت نشر اکاذیبی که تلویزیون العربیه در مورد آن نموده انتقاد کرده و از تلویزیون العربیه که اصلی اسلام ستیزان عرب و سکولاریست های دین ستیز و از مبلغین اصلی کودتاگران مصر است شکایت نمود. این خواهر مسلمان انگلیسی 4 انگشت دست راست خود را با نشان و علامت میدان رابعه ادوی و محل اجتماع 48 روزه مخالفین کودتای مصر، محل کشتار ملت مصر به دست کودتاچیان مصر، بالا نموده و از حکومت منتخب و قانونی مصر و رئیس جمهور منتخب ملت مصر دکتر محمد مرسی اعلام حمایت نمود. نیروهای امنیتی در شهر نوازیبو در موریتانی یک وبلاگ نویس جوان را به اتهام نوشتن مقاله توهین‌آمیز به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازداشت کردند.
صدها نفر از اهالی این شهر نیز در اعتراض به اقدام این وبلاگ نویس تظاهرات برپا کردند. یک منبع امنیتی اعلام کرد این متهم به نام محمد شیخ ولد محمد در یکی از کارخانه های معدن در نوازیبو مشغول به کار است. نیروهای امنیتی او را روز شنبه گذشته دستگیر کردند. این منبع افزود ولد محمد به اتهام نوشتن مقاله توهین‌آمیز و انتشار آن در وبسایت‌های موریتانی بازداشت شد. او در این مقاله به تصمیم‌هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب رضی الله عنهم درباره جهاد گرفته بودند انتقاد کرده بود. این متهم این مقاله توهین‌آمیز را ساعتی بعد از انتشار آن از صفحات اینترنتی حذف کرد. در این میان صدها تن از اهالی شهر نوازیبو بعد از نماز جمعه هفته گذشته تظاهرات اعتراضی علیه اقدام این وبلاگ نویس برگزار کردند. تظاهرات کنندگان وی را مرتد و کافر خوانده و خواستار اشد مجازات علیه وی شدند. به نظر می‌رسد این نخستین بار در کشور اسلامی موریتانی است که مقاله توهین نامیز به اسلام منتشر می شود. علامه دکتر یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین ضمن متهم کردن نیروهای امنیتی مصر به دست داشتن در انفجار اخیر در این کشور اعلام کرد اخوان المسلمین مظلوم هستند. با گزارش نامه نیوز به نقل سایت اینترنتی نشره، علامه قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین و عضو جنبش جهانی اخوان المسلمین اعلام کرد تصمیم انحلال بیش از 1000 جمعیت خیریه در مصر و مصادره اموال آنها فساد بزرگ است، چرا که همه این گروه ها تلاششان کمک به یتیمان و بیماران است. و افزود این تعداد از جمعیت های خیریه به 1 میلیون خانواده مصری کمک کردند و انحلال این گروه ها ظلمی بزرگ است. دکتر قرضاوی همچنین انفجارهای اخیر در ولایت دقهلیه مصر را محکوم و تأکید کرد دوست ندارم مصر را صحنه چنین عملیات‌هایی ببینم. وی در ادامه نیروهای امنیتی مصر را عاملان انفجار اخیر در این کشور دانسته و گفت نیروهای امنیتی مسئولان ارتکاب این جرایم هستند وگرنه چه کسی از خارج برای انجام چنین اقدامی علیه مردم بیگناه به مصر می‌آید. در خصوص تصمیم دولت مصر برای اعلام جنبش اخوان المسلمین مصر با عنوان گروه تروریستی نیز شیخ قرضاوی گفت اخوان المسلمین از زمان تأسیس گروهی مظلوم بوده و صدها و هزاران تن از اعضای این گروه همواره شکنجه شده و مورد محاکمه قرار گرفتند بدون آنکه حتی جرمی مرتکب شده باشند. وی در ادامه گفت تروریست کیست؟ آیا کسی که هزاران تن را در میدانهای رابعه ادویه و النهضه با هواپیما، تانک و تک تیراندازها هدف قرار می‌دهد تروریست است یا کسی که اقدام درستی می‌کند و خواهان حق خود در آزادی و مردم سالاری است؟ ای نظامیان، تروریست شما بودید که خانه‌های مردم را به آتش کشیده و به دانشگاه‌ها حمله کردید و زنان را بازداشت نمودید در حالی که هیچ یک از اینها با تروریسم ارتباطی نداشته است. علامه قرضاوی از رهبران کودتاچی مصر خواست که به کشتار مردم بیگناه در مصر نقطه پایان بگذارند و تقوای الهی پیشه کنند. شیخ قرضاوی تأکید کرد که دکتر مرسی رئیس جمهور مصر شخص صالح و صادق بوده و صداقت و اسلامیتش دشمنان اسلام را نگران کرده بود. مسلمانان شهر مکیلتئو واقع در شهرستان اسنوهومیش ایالت واشنگتن با جمع‌آوری مبلغ مورد نیاز تا چند وقت دیگر صاحب مسجد می شوند. مرکز اسلامی مکیلتئو سومین مسجد این منطقه محسوب می شود. این مسجد در حدود 200 الی 400 نمازگزار گنجایش خواهد داشت و مبلغی در حدود 600 هزار دلار برای ساخت آن تخمین زده شده است. بیشتر هزینه های این مسجد توسط اهالی جمع‌آوری شده و همزمان من تا رسیدن مبلغ مورد نیاز قسمت‌های مختلف مسجد ساخته می‌شود. همچنین خدمات مختلف از قبیل کتابخانه و غیره برای عموم آزاد است. بیننده‌های عزیز، داشته‌های برنامه امت در همین جا به پایان رسید. سپاسگزار هستیم از همراهی هر یک شما تا این لحظه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. تهیه شده در تلویزیون نور.